اما اجازه بدید کمی جلوتر بریم. حدود 4000 سال پیش در سرزمین‌های حاصلخیز مزوپوتامیا یا بین النهرین یا همون منطقه بین دو رود دجله و فرات، دین یهودیت با دستور خدا برای مهاجرت ابراهیم و سارا از بین النهرین به سرزمین کنعان شروع میشه. خدا از زبان ابراهیم به قبیلش قول میده که اگر رنج مهاجرت رو تحمل کنن، به اونها در کنعان سرزمین و فرزندان زیادی میده و از این مفهوم ارض موعود یا سرزمین مقدس در دین یهودیت به وجود میاد. اما برای ابراهیم و نوادگانش نگهداری از این سرزمین و موندن تو اون کار آسونی نبود. مصری ها به اونا و سرزمین های حاصلخیزی که داشتن حمله میکردن و اونها رو به بردگی میگرفتن، تا زمانی که موسی به کمکشون اومد و اونها رو نجات داد. تورات که دستورات وحی شده از سوی یهوه یا همون خدا در دین یهودیت به موسی است، بخش اول از کتاب اصلی یهود به نام تنخ رو تشکیل میده. و توضیحات و تفسیرها و بحثها در مورد تنخ و بسیاری از موضوعات دیگه تلمود یا تورات شفاهی نامیده میشه. یهودیان معنی و مفهوم سمبولیک زیادی تو زندگی میبینن. مثلا در عید پسح یا فطیر هر چیزی در سر سفره نمادی برای یادآوری آزادی از بردگی مصریان. یا مثلا بر میتسوا و بار میتسوا مراسمیه که در اون پسران و دختران رسیدن به سن تکلیف رو جشن میگیرن. سن تکلیف سنیه که بعد از اون شخص به بلوغ میرسه و نسبت به همه رفتارها و اعمالش در زندگی مسئول. احترام و توجه به تعلیمات و عملکرد گذشتگان در این دین از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار. بیش از 14 میلیون نفر یهودی در سراسر دنیا زندگی می‌کنند و اسرائیل با 6.5 میلیون و آمریکا با 5.5 میلیون بیشترین تعداد رو در خودشون پذیرفته. مسیحیت اما 2019 سال پیش در عرض موعود یهودیان با تولد مسیح که خودش یهودی بود آغاز میشه. مسیحیان مثل کریشنا در آیین هندی خدا رو دارای شکل و بدن انسانی میدونن و مسیح رو فرزند و شکل انسانی خدا معرفی میکنن. خدای ابراهیم جبرئیل رو فرستاد تا روح خودش رو در رحم دختری به اسم مریم بدمه تا صاحب فرزندی بشه که پدرش خدا بود. مسیح توسط مادرش مریم و یوسف، کسی که بعد از تولد مسیح با مریم ازدواج کرد، به عنوان نجار بزرگ میشه و در 30 سالگی رسالت و تعلیمات خودش رو به عنوان پسر خدا در زمین شروع کنه. به باور مسیحی‌ها پادشاهی خداوند تو زمین که مدت‌ها ضعیف شده بود با اومدن مسیح دوباره احیا میشه. مثل بودیسم که از هندوئیسم ایجاد شده، مسیحیت هم از دل یهودیت رشد کرد. تثلیث یا سگانه باوری یکی از اعتقادات بنیادین مسیحیتی که بر اساس اون خدا تو سه شکل خدای پدر، خدای پسر یا مسیح و خدای روح القدس وجود داره که هر سه در ذات و ماهیت یکی هن ولی در این حال از هم متمایز هستن. مسیح اما 3 تا 6 سال بعد از شروع رسالت و آموزش دادن به مردم توسط سربازای روم دستگیر و به صلیب کشیده میشه و چند روز بعد از مرگ و دفن کردنش متوجه میشن که جسدی وجود نداره و مسیح دوباره زنده شده. مسیحیان اولیه شهادت میدن که بعد از مرگ اون رو دوباره دیدن و مژده مسیح دوباره بهشون الهام شده. اونا اعتقاد دارن به صلیب کشیده شدن مسیح انتقامی بوده برای رنج کشیدن به جای همه، که خدا تمام انسانها رو ببخشه تا بتونن به رستگاری و زندگی جاودان برسن. مسیحیان تولد عیسی رو تو ماه دسامبر خیلی نزدیک به شب یلدای خودمون جشن میگیرن و به صلیب کشیده شدن و دوباره زنده شدن مسیح رو در عید پاک یا همون در بهار. در مراسم غسل تعمید یا شستن جسم از گناهان که نقطه شروعی برای مسیحی شدنه، اونا مسیح رو به یاد میارن که زندگی خودش رو به عنوان نجار رها کرده و به عنوان پسر خدا به راهنمایی انسان‌ها مشغول شده. و همینطور نان و شراب رو به عنوان سمبولی از بدن و خون مسیح در مراسم آخرین شام قبل از مرگش می نوشند و می خورند.
مسیح 12 شاگرد یا همون حواریون رو تربیت میکنه و اونها رو برای آموزش بین مردم میفرسته. تقریباً 1/3 از جمعیت دنیا، یعنی حدود 2.5 میلیارد نفر در سراسر دنیا به این دین اعتقاد دارن که باعث میشه پر جمعیت ترین دین در دنیا باشه. هزار و 400 سال پیش در دل غاری در کوه حرا اسلام آغاز میشه. جبرائیل فرشته خدا به محمد نازل میشه و سخن خدا یا الله رو به اون منتقل میکنه. در چند سال بعدی دستورها و پیامهای زیادی از خدا به محمد میرسه و اون همه رو به خاطر میسپاره و به دیگران آموزش میده. سخنانی که آهنگین، هدایت کننده و پر از استعاره های رمزآلود. اما محمد یه تاجر بود نه شاعر. خیلی از اطرافیانش باور میکنن که این سخنان محمد نیست و خدا اونها رو گفته و این افراد تبدیل میشن به اولین مسلمانان. مسلمان تو لغت به معنی تسلیم شدنه، کسی که تسلیم خواسته خدا شده. مسلمان شدن با گفتن شهادتین، یعنی گواهی دادن به خدای یگانه و همینطور پیامبر و فرستاده بودن محمد آغاز میشه. سه اعتقاد اصلی مسلمان ها توحید به معنی اعتقاد به یگانه بودن خدا، نبوت به معنی باور به پیامبرایی که از سوی خدا فرستاده شدند و معاد به معنی رستاخیز یا زندگی پس از مرگ. مسلمان ها بر این باورن که سخنان خدا در طول 23 سال به محمد نازل شده و بعد در کتاب قرآن جمع‌آوری شده و این تنها کتاب مقدسی از سوی خداست که هیچ تغییری از سوی انسان‌ها در طول تاریخ درش ایجاد نشده و برخی هم حتی معتقدن که عالی‌ترین متن مکتوب تو زبان عربیه. قرآن دین اسلام رو آخرین دین فرستاده از سوی خدا و محمد رو آخرین پیامبر برای انسان ها معرفی میکنه. شیعیان بعد از مرگ پیامبر 12 جانشین رو برای اون به عنوان 12 امام میشناسن که آخرین اونها مثل مسیح بعد از سالها دوباره بین مردم ظهور میکنه. مسلمان ها با حدود 1.5 میلیارد نفر دومین دین بزرگ دنیا هستن که از این تعداد حدود 20% شیعه و 80% سنی هستند. دین یکی از ابعاد مهم و تاثیرگذار بر فرهنگ و سنت های انسان ها بوده و تعداد بیشماری ادیان و فرقه ها و تفکرهای مختلف در بین انسان ها وجود داره. اما چیزی که بین همه ادیان مشترکه وجود معنا و مفهومی فراتر از جسم و دنیای مادی و واقعیت های اون، چیزی فراتر از گناه، رنج، انسان و ترس از مرگ. با من همراه باشید تا در قسمت آخر چیزی که به باور بسیاری کلید شروع تمام ادیان و حتی سرمنشأ خداپرستی و یگانه پرستی بوده رو با هم بررسی کنیم. کنجکاو باشید.